اسم من آرشاکه، در واقع ارشاکه. ورودم سال 1339، اوایل سال 39 من وارد کار دوبله شدم. یکی از اولین کسایی که آقای آرشاک مراجعه کرد برای کار دوبله من بودم. کی میتونم از پدرتون خواستگاری کنم؟ هرچی زودتر بهتر. همین الان میرم چون نمیتونم صبر کنم. اسکارلت، اسکارلت. بعد از انقلاب مهاجرت کردم به ارمنستان و این تمام زندگی منو پشت رو کرد. توی فرودگاه یونان اجازه بیرون اومدن نداشتیم و مجبور بودیم 7 روز بدون حموم، بدون وسیله، با 2 تا بچه کوچیک. خیلی به سخت میگذشت چون تمام مدت این حرف میزد. حالا خیلی حرف میزنه، حتی روزنامه رو با صدای بلند میخوند. تو 3 سال کار نکردین اصلا؟ عرض کردم کار اینجوری بود، میگفتش که فلان کسک داره مثلا خونه شو داره میسازه، عمل بنا امروز یکی از فعلهاش نیومده، میری اونجا آجر بکشی و برمیگفتیم چشم. خب راست چه بخوای اصلا کار کمی نیست. کار جواهر رو که شروع کردی؟ پدر من زرگر بود، من زرگر زادم. اگه عمری به ما دادی، 1 روز، 2 روز، 3 روز، هرچی، فقط یه خواسته دارم ازش، قبل از این که دوباره مملکتم رو ببینم، زادگاهم رو ببینم، از این دنیا نرم. ایران اگه نمیطلبه بگو امام رضا بطلبه. یعنی اینقدر سریع آدم به آرزوش برسه. رویا تبدیل به واقعیت شد. ایشون صدای بسیار بسیار زیبایی داشت، صدای مخملی، صدای سمفونی بسیار زیبا. چی بگم، هر چی که بگم کم گفتم. شما هر تعریفی که برای صدای زیبا دارید بایستی کنار هم بگذارید تا تعریف صدای زیبای آرشاک بشه. همین امشب بود که گفت دست از زنده به گور کردن نوزادان دختر بردارید. آدمی که کار صدا میکنه چیزهایی رو میشنوه که دیگر اینا رو نمیشنوه. زودتر از اون چیزی که فکر کنید آقای دوبلور کارگاه زرگری رو تعطیل کرد، به تهران اومد و مسکی ظاهرا دیگه قصد بازگشت نداره. عشق حسین، شما میدونین آدم چطوری میفهمه که عاشق شده؟ اما اگه دید عاشق شده میخواد یه جوری دردشو دوا کنه. بابام جان، مگه خاطر خواهی به این آسونی ها علاج میشه بی پدر؟